بسم الله الرحمن الرحيم. باتأسف و باتأسف چون نظام وجود ندارد، دیگ سرپوش ندارد، ما قیادت نداریم، ما کسی نداریم که امرش معلوم باشد، نهیش معلوم باشد، مسیرش معلوم بوده باشد، بداند که چی باید بخواهیم برای ملت، از چی ملت را منع بکنم، چی را برای ملت عطا بکنم، از چی دست ملت را بگیرم، ارزش ها چی را میگوید، معنویت چی را میگوید، و این ملت و این ملت عزیز و بزرگ و قهرمان و مجاهد ای که تکت تکه شده است، ای که توته توته شده است، ای به خاطر بلند منزلا نبود، ای به خاطر از این نبود سرکا قیر شود، به خاطر از این نبود که پول در جیب انداخته شود، مردم دلار پیدا بکند، برای از این نبود. زیرا والله اگر چنین هدف ما می داشتیم که مردم پیسه دار شود، بلند منزلا را جور بکند، از این بیغیرت امریکا که در روسا بسیار خوب جور میکردن و دقیق هم جور میکردن، زیبا هم جور میکردن، بس مکرویانا را جور کردن و جور کرده میرفتن. باورش به این بود که هر انسان باید خانه داشته باشه، باورش این بود که هر انسان باید لقمنان داشته باشه، باورش این بود که هر انسان باید کار داشته باشه، و برای ازی مخلص هم بودن، ولی دین را حذف میکردن، ارزش ها را حذف میکردن، تا هر کسی که بود برش کوپون میداد، نانش، برنجش، روغنش، بوریش، تا به پلیریش امیر کلش برش میداد، ولی این ملت بزرگ این را قبول نکرد، خون داد، شهادت ها داد، معیوب داد، بیوه داد، یتیم داد، و کم هم نی به هزارها و لکها نفر را از دست دادن، خانه هایشان را از دست دادن، اولادکایشان از دست دادن، کلش برای چی بود؟ ولی ما پرسان می کنم از این سلاطین گمراه، از این کسایی که داد می زنن و به چوکی خود را منهمک ساختن و خود را به دروغ به عنوان خدمتگار مطرح می کند، کجا هستین؟ کجا شد ارزش های جهادتان که برش خون داده بودین؟ کجا شد ارزش هایی که تو درش باور داشتی؟ والله بالله ما خرد بودیم، خویی را دقیقا می دانم ابتذال و رسوایی که در تلویزیون های امروز افغانستان دیده می شود در وقت کمونستان بود، در وقت کمونستان بود. یعنی او وقت چی شد؟ او وقت به مراتب مراتب اونها با غیرتمند بودن نسبت به این بیغیرت هایی که امروز سر یریکی قدرت ششتن. اونا بسیار غیرت داشتن. عزیزایم، برادرایم، خدا شاهد شما خبر ندارین، به شما معلوم نمی شود، به ما معلوم می شود، به ما معلوم می شود. نفر می آید و میگه دخترم نیست، کجا رفته است؟ نمیدانم. از شرم و حیا به کسی آوازش بلند کرده نمیتوند. ما خبر دارم که زنی که شوهر دارد روابط را با دیگران میگیرد و در فامیلش مشکل پیدا میشود. ما خبر داریم که مردم به ما مراجعه میکند و آواز و درد خود را میگوید. این کلش از کجا سرچشمه میگیرد؟ از نظامی بی اخلاق و پوچ و مسئولینی که نه درد دارن، نه آبرو دارن، نه عزت دارن، نه شرافت دارن و نه ایمان دارن. از اینایی که دروغ میگوین. شما ابتذال یک بار ببینین، این رسوایی را یک بار ببینین. ای دخترکایی که 13 ساله و 14 ساله، سرشان لوچ، لباسشان نازک، برجستگی های وجودشان نمایان و تمام روز رقص می کند
و آواز میخواند. در کجا پر شده؟ در کجای مجالس است؟ ملت قهرمان، ملت مسلمان، اون هم بعد از رمضان که ما خواستیم خدای خود را راضی بکنیم، پروردگار خود را راضی بکنیم، تقوا را در زندگی خود بیاریم، ولی ابتذال و رسوایی به حدی رسیده، به حدی رسیده که تو نمیتونی به تلویزیون افغانستان سعی بکنی. میتونی تلویزیون افغانستان سعی کنی؟ کسی که غیرت داره تو با خدا سعی کرده میتونه؟ ما یقین بیدارم کسی که غیرت داره به تلویزیون های مبتذل سیل کرده نمیتوند، به رسوایی ها سیل کرده نمیتوند. پس ببینین، بسیار جالب است، بسیار جالب است. شور بخورین در مصر ما میگوین که ای چرا از حکومت حمایت نمی کنین؟ ای برادر گلم، ای برادر مسلمان، شما همونجا نشستین، طور به خدا ما همی حمایتش بکنین، شما پشتم نماز میخونین، ما از چی حمایت بکنم؟ ما وقت حمایت کرده میتونیم که در تو خود اخلاق باشد، در تو خود تعهد باشد، تو خود ملت را به طرف خوبی بکشانی. چقدر تا کدام اندازه تسامح، تا کدام اندازه چشم خود را پت بکنیم و بگویم خیر است و خیر است و خیر است؟ اصلا کسی نیست که پرسان بکند، اصلا مرجعی وجود ندارد، اصلا مرجعی وجود ندارد که این ابتذال را و این رسوایی را در این کشوری که 1.5 میلیون شهید داده، این را برای قواری تو دروغو نداده، و قواری تو دروغوی مجاهد نداده که نامت مجاهد گذاشته، این را برای خدا داده است. ما نه به قوارای کسی عاشق هستیم و نه هم به دروغ گفتن کسی سر تسلیم میدیم. از خدا حیا بکنین، شرم است والله، روزی میمورین و والله بالله که خداوند مطار رسوایتان میکند. شما بازخواد دیدین اگر این رسوایی در افغانستان بود، والله دختر خودت فاحشه میشود، والله فرزند خودت چیزی را برات بیارد که از شرمش جای رفتن نتونی. و این واقعیت است و این دروغ نیست. بس ما دل ما درد می کند، با کدام مرجع بگویم؟ با کجا بگویم؟ اگر گفتن است خو در هر مجلس پتم گفتیم، اگر گفتن است ختم برات دادیم، بس ما مجبور میشیم دیگه خیلی چی بگویم؟ آخرین جای ما همیجاست دیگه، با کدام دیوال بگویم؟ و ما را حمایت بکن. در زندگی از همچه حکومت های پوشالی حمایت نمی کنیم، در زندگی چون این کاری را کرده نمی دانیم. رب العالمین توفیق را برای ما و شما نصیب بکند تا ولات امور اصلاح شوند.